من فکر میکنم آدم های قصه او که جای جفت و جوری در ذهن چند نسل باز کردند، گمان میکنم کاراکترهایی که خلق کرده همه در زندگی خودش هم بودند. یک جایی، یک روزی با آنها زندگی کرده، حالا چه در خیابان پاسداران، چه در درخونگاه و بازارچه. حتی فکر میکنم روزی روزگاری وقتی بچه بوده نگاهش به نگاه دزدی گره خورده و چقدر دچار استرس، دچار ترس نیابتی شده، تک تک سلولهایش و دزد به خوابهایش نفوذ کرده. مرا به خوابهایت ببر، به هذیانهای تب تند، تا ببینم چه هستهایی نیست و چه نیستهایی هست. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی مشرف فرمودین قربان. مشرف فرمودین. متشکرم. قربان شما. شاغلم در خدمت شماست. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. چه جای خوبی دارید. خیلی ممنون. سلامت باشید. ترافیک نبود استاد؟ نه. الحمدلله. ترافیک آنچنان نبود. خدا رو شکر. خیلی خوش اومدید. افتخار دارید. خوش اومدید. یالا. شما شاغلم خیلی مخلصین. بفرمایید. دمنوش میل دارید من برم یه دمنوش حسابی واسهتون بیارم؟ بله. چای دارچین خوبه قربان. دست. دست. ببخشید. خب ما با اجازهتون یه ویدیوی آماده کردیم. درباره حضرت عالی با هم می‌بینیم و بعد گفتگو رو شروع می‌کنیم. موافقی؟ ممنونم. مهدی فخیم‌زاده، کاربلد و خاطره‌ساز، نمونه بارز کار و کار و کار، از کارگردانی تا کاراته که از قضا هر دویشان هم با کار شروع می شود. الان هفت ماهی که داری من آزار می به خاطر کاری که خودت 50 سال انجام دادی میگی ازش لذت می بری. لذت روحی. هنر نمایش ایران شانس آورد که او رشته پزشکی را ادامه نداد و رهایش کرد. استاد کلی شخصیت را خودش برای من ساخته، از نمکی مسافران مهتاب و توحید تشریفات تا اصغر کوپک خواب و بیدار. اصغر آقا بالا معروف به اصغر کوپک. به گروه خونش نمیخوره، تو کار بانکزنی باشه. نقش های منفی هم که راست کار خودش است، به خصوص تاریخی ها. هم در تنها ترین سردار شمر شده و هم در مختارنامه عمر ابن سعد. مرحبا احسنت. آقای همفن حریف کارگردان خبره‌ای هم هست، هم سینما را خوب می‌شناسد و هم تلویزیون را. دیگر هممان فیلم‌های همسر و خواستگاریش را دیده‌ایم. هم سریال تاریخی می‌سازد و هم پلیسی. سریال ولایت عشقش چقدر به همان مزه داد. حس سوم، بی صدا فریاد کن و خواب و بیدار. راستی چقدر هممان از ناتاشای خواب و بیدار میترسیدیم. یعنی دلم واسهتون تنگ میشه. استاد مهدی فخیم‌زاده اهل ورزش است، آن هم حرفه‌ای. کمربندهای رنگارنگ کاراته دارد، مصداق عینی عقل سالم در بدن سالم محسوب میشود. بزنیم به تخته این بچه محل در خونگاه تهران در 81 سالگی همچنان روپا و روفرم است و ماجرای تصادفی که سال 97 با موتورسیکلت داشت را خدا به خیر گذراند. همین چند وقت پیش بود که داور جشنواره فیلم فجر بود. استاد فخیم‌زاده با انبوهی خاطره جذاب و خاطرات شنیدنی امشب مهمان برمودای ماست. شما ژانر پلیسی خیلی دوست دارید، حتی یک مدت در تلویزیون به آژان تلویزیون معروف شده بودید، چرا؟ ببین اینو چراییشو والا نمیدونم چرا. اون موقع که سینفیل بودم سینما میرفتم، سر هفته 10 تومن میگرفتم که بابا اون که میرفتیم فیلم ببینیم، یه فیلم ببینیم، تا غروب 5 تا فیلم میدیدم، هم تمومش میکردم. اونا بچه هم بوده اون کرای ماشینم هم بود، پیاده می رفتم.
اگر تو رو پرروه پیش پلاکات فیلم یا رو عکس ها اسلحه بود و صحبت پلیسی و اینا بود حتما میرفتم و میشستم و گاهی وقتا دو دفعه سه دفعه هم فیلم رو میدیدم. خیلی به بیجان حالا شما تو که اصلا یادت نیست بزرگتر از تو یه قهرمانی بود به اسم ادی کنستانتین. ادی کنستانتین یک پلیس فرانسوی بود که اینا با من خیلی خوشم میامد، مش میزد و هفتیر میکشید اینا. ادی کنستانتین که بود حتما میرفتم. از ژانرهایی که خیلی دوست داشتم یکی پلیسی بود، یکی وسترن. وسترن ها رو مثلا شین رو خیلی دوست داشتم که بعدا تو این پلتفرم های خانگی پیدا کردم. فیلم های از مثلا یه فیلم بود که چیز بازی میکرد، فیلم دسمود، درتی هاری، هاری کثیف. بعد کتاب های پلیسی هم میخوندید؟ کتاب های پلیسی رو این اواخر، یعنی مثلا گودال خونه جفرسون رو خوندید؟ آره اینو اونو خوندم. یک شب خلوت میکی اسپلین رو خوندی؟ یک شب خلوت شعاره. آره. برخی ها میگن بزرگترین اشتباه مهدی فخیم‌زاده این بود که قاچاقچی نشد. قاچاقچی نشد؟ خودش. خود من خیلی آدم چیزی هستم، وحشت زدم از خون. مثلا اگه تصادف شده باشه تو خیابون وانمیستم نگاه کنم ببینم چی افتاده چی شده، رد میشم. چیز نیستش. و گفتین تصادف، این تصادف سال 97 چی بود ماجراش؟ سر فیلم برداری بودم، از صبح کار کردیم تا ظهر. بله. گفتم یه صحنه دیگه، اواخر فیلمم بود، یه صحنه دیگه رو بریم بگیریم. مدیر تولید گفتم بی با هم بریم. گفت ماشین بیارم. گفتم نه خدا، همین موتورت میشینم پشت موتورت، بریم یه جا ببینیم که بعد از ظهر فیلم برداری کنیم. پشت موتور من خودم موتور سواری کردم. ترک نشستی؟ ترکش نشسته بودم. رفتیم که یه جا وایسادیم، یه جا ایستادیم. گفتم اونجا رو نگاه کن، اون ساختمون رو ببین، میتونی اجازه بگیری؟ همیشه داشتم همینجوری کدوم میتونی اجازه بگیری؟ دیگه چیزی نفهمیدم. یه موتور، حالا بعدم فهمیدم یه موتور از بغل زد به ما، یه موتور هم زد، ماشین نبود، یه موتور. منو پرد، من چون هم به جایی نبود، ایستادم بودم، پاما احتمالا برداشته بودم، داشتم اشاره میکردم، زد منو پرتاب کرد. که من بعد از مثلا دو سه روز که به گوش اومدم تو بیمارستان ایران مه، منو اونجا خواستم هواپیما با هلیکوپتر بیارن، نبودم با آمبولانس آوردن اینجا. تازه فهمیدم که چه اتفاقی افتاد. سلام. فکر کنم فیلم ها واقعیه. نه، اینجا بیمارستانه، بیمارستانه. فکر می کنم که حالم خوبه و حواسم هست. و بعد شما بلند شدیم رفتیم فاینال، اون تموم کردیم پلان آخر. آره ببین، بعد دوباره رفتیم بیمارستان برای عمل. آره اون موقع ازم امرای گرفتن. آه. و گفتن چیزی نیست. بچم یواش یواش یه دکتر ما خیلی خوب بود، دکتر عطایی، خیلی مرسید، گفت میتونی بری. من یک دو روز استراحت کردم. بعد فیلم، اگر میدونی که فیلم اگر بیشتر از 10 روز 12 روز تعطیل شه، بعد جمع کردنش سخت، کار از ردت میره، خیلی کار مشکلیه. من بعد دیدم که فیلمی که ساختی از دست میره، یعنی دیگه نمیشه بچه ها رو جمع کرد. چیز کردم که به تهیه کننده چیز کردم که بریم بریم با فیلم رو تموم کنیم. رفتم دوباره چالوس و فیلم رو تموم کردم. سعی دو سه تا صحنه بود گرفتم. ولی اومدم خونه، میخواستم اسمس بدم،
دیدم اسمس غلطی میدم، نمیتونم اسمس ها رو بچسبونم به هم دیگه. پشتم رفتم سراغ دکتره گفتم یه همچه اتفاقی گفته. گفتش ما معمولا یه ماه بعد از دقیقه تو یه بار دیگه امرای میگیریم. آها. تو برو همین الان یه امرای بگیر. رفتیم همونجا ایران مهر بیمارستان امرای گرفتم. امرای دید که باید بخوابی، یعنی خون زده بود که باید بخوابی، که این دفعه اون دفعه اول هفت روز تو آی سی خوابیده بودم، این دفعه نه روز ده روز متقابل بودم، که بعد الان میفهمم که چند دفعه که بهش مراجعه میکردم برای اون دنبال تشنج میگشت، میگفت تشنج نکردی؟ بودم نه تشنج نکردی؟ که الان میشتم که ضربه مغزی وقتی میشه تشنج جزشه، ولی خوشبختانه چیز نشد. دو سه ماه بعد نه دیگه، اون موقع تمام شده بود فیلم برداری، بعد رفتم کارهای فنی فیلم رو کردم، ولی نقاهتش تا دو سه ماه چهار ماه بود. رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. خدا دوباره شما رو به ما داد، انشالله که عمرتان دراز بود. یاماها 125 هم داشتید دیگه، خودتون از اون موتور سوارهای قهاره. یاماها اون موقعی که این اتفاق افتاد من موتور نداشتم. آره ولی خودتون هم قبلا داشتید. من خودم بعد از انقلاب طرح ترافیک که شد، بعد منم خیلی گرفتاری داشتم، میرفتم دفتر پخش فیلم داشتم، فیلم تولید میکردم، میرفتم کار سنفی تو مجمع تولید کنندگان، همه رو با موتور میرفتیم. اینجوری نمیشه، یه موتور خریدم و با موتور را میرفتیم که به کارام میرسیدم. اون موقع که شما یاماها داشتین، یاماها 125 و قبلش، فیلم ها اصولا دو هفته اکران میشد. بله. برخی از فیلم ها اگه خیلی پرفروش بود سه هفته. برخی از فیلم ها هم که دیگه مثلا مرحوم فردین اگه بازی میکرد و دیگه خیلی اوضاع خوبی داشت میشد چهار هفته فروش. نه فیلم ها اکثرشون دو هفته ای بودن، بعضی فیلم ها سه هفته ای میشدن که فروششون بالای یه میلیون میشد، و خیلی فیلم ها که شکست میخوردن یه هفته ای بر میداشتن. اون موقع اینجوری بود، ولی این سیستم بعد از انقلاب به هم ریخت، یعنی اصلا دیگه فیلم های صاحبان سینما فیلم های ایرانی اکران نمی کردن. می گفتن فیلم های ایرانی ده. چرا؟ برای اینکه فیلم فرنگی به صورت قاچاق و اینا می آوردن، و فیلم ایرانی توقع داشتن که حداقل دو هفته رو اکران بمونه. فیلم هایی که به صورت قیمت فیلم مثلا 7 تومن 8 تومن 8000 دلار 9000، فیلم ایرانی 700-800 هزار تومان خرجش میشد، توقع داشت فیلم شد. ولی فیلم های خارجی این بود که ما دیگه سینما نداشتیم بعد از انقلاب، و فیلم فرنگی هم با شرایط انقلاب الا ماشاءالله فیلم فرنگی من. ما دنبال این میفتدیم که یه جوری جلوی فیلم های فرنگی رو بگیریم که فیلم هامون رو بتونیم اکران بکنیم، که این اتفاق بعد از انقلاب به خاطر اینکه بین فیلم های خارجی و دکترین انقلاب خیلی تضاد بود، و یواش یواش اونا رو محدود کردن و سینما ایران را افتاد. به هر حال به قبل از انقلاب هم اشاره شد. قبل از انقلاب به نظر میرسه یه سری المان هایی داشت فیلم های سینمایی، مثل رقص، مثل آواز. بعد از انقلاب به خاطر اینکه اونا حذف شد، فشار بیشتر روی کارگردان، روی فیلمنامه و روی بازیگر اومد در حقیقت اون باگ ماجرا رو پر بکنه. نه ببین، قبل از انقلاب یک فرمول بود، یه فرمول بود اون که رقص آواز و یعنی اتراکسیون جزء چیز فیلم ایرانی هر فیلمی بود، حتی مثلا اگر یه ملودرام داشتی یه جاییش باید اتراکسیون میذاشتی. بعد از انقلاب سینما تولید، بعد از اینکه فیلم خارجی هم محدود کردن، تولید به سمت قصه رفت. وقتی اتراکسیون هم نداره باید قصه جذابی، اون موقعی فرمول بود
که یکی از زندان می آمد بیرون، یکی هم از خاره از مثلا آبادان می آمد و یه رقاصی هم وسط بود. ولی اینا هست شد. حالا جذابیت باید کجا بره؟ جذابیت باید یه جایی بره. در قصه گویی در نتیجه فیلمنامه خیلی مهم شد. خوششانسی که ما آوردیم یه سری بازیگر تئاتر آماده بودن، با چون بازیگرهای قبل از انقلاب مال اون فرمول بودن، اونا خود به خود، حالا بعضی هاشون ممنوع کار کردن، خیلی هاشون هم خودشون رفتن، از چیز حیز اندفاع طاقت شدن. ولی حالا باید بازیگرهای تئاتر اومدن، یعنی قبل از انقلاب هم بازیگرهای تئاتر کم و بیش کم و تو تک و توش تو فیلمهای خاصی ظاهر می شدن. ولی بعد از انقلاب اینها به دلیل کار کرده چون ستاره های سینما بعد از انقلاب کنار گذاشته شدن، حالا تئاتری ها اومدن جاشون، همشون هم ممنوع کار نکردن ها، خود شرایط یعنی خیلی هاشون ممنوع کردن. همون موقع قبل از انقلاب هم مثلا گوزن ها فیلم هایی داشتیم که جوندار بوده، سینمای چیز نخبه است، بله. سینمای فارسی نمی شدن یا سینمای دیگری بودن. سال 51 ما 90 تا تولید داریم، این 90 تا که همشون گاو بود چیز نبودن. سینمای حرفه‌ای، سینمای بهش میگن سینمای بدنه، سینمای بدنه رو پر کردن و اونا با خودشون چیزای مثلا جلی... آقای علی نصریان، مرحوم کشاورز، مرحوم جمشید مشایخی، مرحوم عزت الله انتظامی، اینا تئاتر اومدن؟ اینا همه از تئاتر، یعنی تو سینمای قبل از انقلاب هم مثلا آقای جمشید مشایخی تک و توک میگم در قبل از انقلاب تک و توک در فیلمای نخبه حضور داشتن. مثلا آقای نصریان در اون فیلم آقای مهجوی پوسچی تو اون فیلم حضور داشت، انتظامی تو که، ولی توی 90 فیلم که اینا حضور نداشتن، 90 فیلم بدنه سینما، سینمای حرفه‌ای اینا نبودن، اینا تک و توک بودن. شما هنوزم هر شب فیلم و سریال میبینی؟ آره هر شب تقریبا. الان مثلا این هاوس آف کارد، خانه پوشالی، آره. دیدین؟ کوین اسپیسی. آره کوین اسپیسی اونم. تا سیزن چندشو دیدین؟ فصل دو سه شو دیدم. آخرش دیگه کوین اسپیسی رو گذاشتن کنار و اون خانومش شد، خانومه رو گذاشتن. آره. داشت چجوری شد یهویی یه فیلم نامه؟ آره وقتی چیز میکنی اون کاراکتر اصلی اون خودش تو اون چیز، حالا خود گذاشتن کنار اونم، ما اینجا همیشه این سوال داریم که چطوری ثابت نشده، دادگاه نرفته، اونو ممنوع کار کردن. ولی اونجا برای شما پیش میاد دیگه، تو فیلم هاتون یه دفعه یه اتفاقی برای بازیگر میفته و بعد با یه سناریوی جای با یه فیلم نامه‌ای که تغییرات ایجاد شده اونو آروم فیدش کن، حذفش کن. اون چطور؟ ولی اون هنرپیشه خیلی خوبه، من خیلی دوست بازیشو دوست دارم و تو اون کارم خود سناریوی اون کار هست. یکم از خانه پوشالی رو ببینید. ما هنوز هر هفته میرید باشگاه و وسایل نمیدونم ورزشی و اینا تو دفتر کارتون هست؟ کماکان ادامه داره این ورزشه یا نه؟ آره الان که بیایید دفترم یه اتاق رو تبدیل به چیز به وسایل ورزشی کردم. اگر برسم و چیز بکنم، سر فیلم نباشم، کاری نداشته باشم، حتما میرم باشگاه. باشگاه نزدیک خونه است، یه استاد منم سنسه سلیمی همونجاست، باشگاه تخت جمشید، سنسه سلیمی، چون میرم اونجا. و دانشش کاراته هم داری؟ بله، بعد از ظرف سالها، البته کار یه روز و دو روز و مثلا یه سال 45 سالی طول کشیده. بله، الان 45 سال بی که من اول انقلاب هنوز قهوه‌ای بودم، بعد از انقلاب دانه یک و دانه دو و دانه تا الان دانه شیشم. کمربند ناپلئون چرا قرمز بود؟ والا از تو باید پرسید چرا قرمز بود. من
بعد من ندیدم بوق کمربند قرمز ببنده میبسته مثل اینکه میبسته که مثلا شلوارش اینا نیاد شلوارش احتمالا فقط به این درد میخوره چون تو کاراته که قرمز نداری کاراکتر نمکی در مسافران مهتاب رو چطور خلق کردید؟ بود اون موقع موتور داشتم تو پاسداران داشتم با موتور میرفتم دیدم یه چه شلوغ یه خورده نه خیلی ولی شلوغ رفتم جلو دیدم که یه بچه میگن سندروم دان چند تا جوون دارن اذیت میکنن بعد من پیاده شدم رفتم جلو حالا اونا بعضی ها شومن شناختن اونا گفتم چیه بنا فکر کردن رفتن به سره گفتم خونتون کجاست اون یه آدرسی که داد آدرس خونه اطراف خونه ای من بود گفتم بیا من برسونم اون پشت موتور سوارم کردم بردمش بعد پیادش کردم اون داشت میرفت تو خونهشون وایسادم تا اون بره بعد دست کن دادم اونم دست کن دادم بعدها روزهای بعد میرفتم اینو میدیدم تا که بیاد بزن دم بلالیه بین ما یه رفاقت کلامی من حالا اونو میپرسیدم بعد من یواش یواش از وجود این بسر به فکر این افتادم که یک قصه ای بیرم شروع کردم اصلا هم به فکر بازی کردن خودم نبودم فکر میکردم که اولش که فکر میکردم مهدی هاشمی خوبه برای بازی کردن این بعد به فکر مهدی هاشمی گرفتار بود محمد مطیع خدا رحمت کنه محمد مطیع رو محمد مطیع فکر بعد تیمم انتخاب کردم خودم کار تهیه‌اش میکردم تیم فیلم بردار و تصویرها رو اینا و گریم رو اونا ولی شروع نمیکردم میگفتم اون هر پیشه نداری همه چیه نقش رو یعنی صدای نقش رو حتی این که بسن اینا ستون فقراتشون یه خود انحنا داره اینا اطلاعات هم بقیه کارگردانی کردن کار زیاد بود ولی نه برای بازی کردن بعد اونا بچه ها اعتراض میکنن که آقا شروع کن دیگه چرا شروع نمی کنی گفتم بابا هنر پیشه ندارم گفتم خودت بازی کن گفتم من که نمیتونم بازی کنم گفتم من نمیتونم چون اصلا در تئاترم هیچ وقت اتود همچین نقش رو اتود نزده بودم حتی در بین خارجی هم یادم نیست که این نقش های اینجوری بود بعد یه شب داشتم اینا میگفتم باشم میگم بابا نمیشه اینا بدنشون اینجوریه عضلات صورتشون ریخته است اگه صداشون کنی سرشون رو بر نمیگردن با تمام بدن داشتم میگفتم بعد گفتم اینا نه خصلت مردونه دارن نه خصلت زنونه وسط این و تون به همین دلیل صداشون داشتم میگفتم صدای اینا بین زن و مرد اینو داشتم میگفتم صدا در اومد یه صداش از دهنم در اومد داشتم گفتم این صدا و همین باعث شد که نقش رو از رو صدا یعنی شخصیتش بر پایه صدای ساخته شد یعنی این صدا رو که شنیدم این صدا شباهت ها شاید همون بچه‌ای که تو خیابون اذیتش میکردن اونم زمینه شد زمینه نقش رو پیدا کردم نقش رو که پیدا کردم دیگه بقیه سناریو رو کاری نداشت طول فیلمم من اون لباس خاص ترتنش بود کارگردانی میکردم بعد میفتم جلو دوربین بازی هم میکردم بعد تموم شد چون میگوین این یارو مثلا عقب افتاده یه کارگردانه واقعا اون پسر رو که تو همون خیابون پاسداران اذیتش میکردن شما اومدی سوارش کردی و بردی و یه رفاقتی ایجاد شد اون میگفت اذیت نکنی به کسایی که داشتن اذیتش میکردن اون موقع اصلا فرصت این نشد من بعدش که تحقیق کردم تحقیق مدتی طول کشید نه اون بچه به کسی که اذیتش میکردن نمیگفت اذیت نکنی اصلا از اونجا که سوار موتور شد تا اونجا که پیاده شد مثلا 3 دقیقه طول کشید تو پیاده شد رفت بعد روزای دیگه این دیالوگ از
نوع دیالوگایی که اینا میگن، یعنی چون دائما مورد تعرض دیگران قرار میگیرن. و شما تو خواب هاتون اون پسر رو دوباره دیدید؟ تو خوابم نه، حقیقت نه، هرگز خواب، یعنی من اصولا خوابام یادم نمیمونه. خواب میبینم ولی خوابام خیلی زیاد یادم نمیمونه. و نیاوردیدش بشونینش وقتی مسافران مهتاب اکران میشد مثلا سینما ببینه؟ سراغ اون مکه نرفتم، نه شروع کردم، ولی یه کاری کردم که بعدها برام، شروع کردم به این سوال که اگر با این جواب و سوال، اگر فخیم‌زاده اختلال کروموسومی داشت و عقب افتاده بودم چه میشد؟ اینو بکنم میکنم، نباید ادا. ببین وقتی میبینم خیلی ها این نقشه رو سعی میکنن بازی کنن، ادا یعنی یه نقشه یه آدم عقب افتاده گیر بیارن، الگو برداری کنن از من. من این کار نکردم، فکر کردم اگر من عقب افتاده بودم چه میشد؟ خب صدام اون صدا میشد، ولی حرکاتم هم، ولی ادای بعدها دیدم که چند تا هنرپیشه عقب افتاده بازی کردن و ادای عقب افتاده رو در آوردن. نباید، من اون کارو نکردم. مثلا شما وقتی که آذر، شاهدخت، پرویز و دیگران رو بازی میکردید، انگار بازی نمیکردید، خودتون بودید. آره اونم، یعنی بعضی وقتا اینجوری میشه که بازیگر خودش باشه. با آذر شاهدخت اولش نمیخواستم بازی کنم، بهروزم گفتم، همون روز اول گفتم تو میخوای یه شخصیت درونی از من دراری؟ من تجربه نه شخص درونی ندارم، چون بیشتر نقش ها اصولا برونگرا هستن، نقش درونگرا نیست. ولی اون توی آذر شاهدخت این تجربه رو کردم که شخصیت رو از درون دادم به ناخودآگاهم، یعنی بیوگرافی کاراکتر رو دادم به ناخودآگاهم و سعی کردم از ناخودآگاه بازی نکنم، چون ناخودآگاه تو بازی میکنی. مثلا الان اگه قرار من یه قهوه چی بازی کنم، همون حرکت هایی که قهوه چی میکنن و استکان هایی به هم میزنن اونا رو میارم، در حالی که من سعی کردم خودم بشم پرویز. چرا به این جنبندی رسید؟ یعنی جنبندی شما به این بودش که باید خود خودتون باشین؟ خودم نه، جنبندی این بود که اون بیوگرافی و کاراکتر رو در قالبش، یک لغتی داره فرانسه بهش میگه انکرنه، حلول بکنه. حلول، من باید حلول میکردم. شما هنوزم وقتی میخواین یه نقشی رو بازی کنید استرس میگیرید، هیجان زده میشید و گاهی میلرزید؟ این که میگه استرس نیست، بلکه یک جور دلهوره است، که دلهوره این که در میاد یا در نمیاد. الانم فردا صبح ببن، یه همین اخیراً یه نقشه بود بازی کردم با سپورتس، خیلی با خود من، چون من آدم مثل تو، آدم پرتحرکی هم، آدمی که سری را میره سری میشه. این نقش پیر مرد اقوا رفته بود که کاری خواب کارمندی بود، الان هم پیر شده. خب این برام چیز بود، بعدش هم شل حرف میزد، ناخواستم رفته بود توی خونه از یه پولی طلب داره زده بود، نزده بود، زنه افتاده بود، مرده بود، انداخته بودن گردنی، افتاده بود گردنی. خب این عبره به من گفت این که من این رو چجوری کار کنم، چجوری بازی کنم. من چربی اضافه ای ندارم، ولی چند روزی غذامو نصف کردم، برای که بعد یه خود بیحالی گرفتم. یکی در بازی کردن چیزی معلوم نیست، ولی یه حالا یه رژیم کم غذایی گرفتم که بیحال بشم. این بیحالی در بازیم اثر گذاشت، یعنی اون انرژی که من خود من معمولا رفت زدن و اونا دارم
دیگه نه حضور نداشت و نقش بازی کرد. این دلخوره رو دارم برای بازی این از تئاتر مونده رو همچنان هم حفظ کردم. حالا بازیگرای جوون رو وقتی میبینید که در کنار شما بازی میکنن یا برای شما بازی میکنن، اونها هم از این دلخوره ها دارن الان؟ اینایی که میبینم بعضی هاشون نه، میبینم که ندارن، نداشتنش بده. بازیگرهایی که برای شما بازی میکنن یا در مقابل شما بازی میکنن شده که بترسن از شما؟ سر ولایت عشق یه هنرپیشه که هنرپیشه دکتر بود، خیلی خوبم بود، فیزیکش هم به این رول میخورد، من انتخابش کردم اومد و توقع داشتم که معمولا آدمانی که دوبله کار کردن برای دیالوگ گفتن مسئله ای ندارن. من فکر کردم اینم همجوریست. این مادیم یه صحنه بازی کنه دیدم سر دیالوگ توبق میزنه، یه برداشت دو برداشت بزنه، بعد بگم چیه آخه برای الان چیه خواد شده. بعد ازش پرسیدم که تو چطوری اونجور شدی؟ رو به من گفته بودن که این با این کار میکنی این اگه عصبانی چیه چیزی برمیداره میزنه. گفته بودن یه چیزی برمیداره بعد. و این نگاه میگه دست من میگرده که من چیه یه چیزی برمیداره. بچه ها اونجا بچه ها خیلی از این کارا میکنن، سرکار یک از کاراشون نیست، شیطنت اون پیشی تازه کار یا کم تجربه بگیرن یه چیزایی آره میبندن و اینا اونو ترسونده بودن. خیلی زمان میگذارید برای اینکه سناریو بنویسید، برای اینکه یه فیلم نامه در بیاد خیلی وقت میذارید. در بعضی از سریال هاتون شنیدم، مخصوصا سریال های تاریخی، مثلا چند ماه برای اینکه از منزل بیرون نرید نیمی از ریشتون رو تراشیدید، نیم دیگه موند که نکنه حواس کنید بریم بیرون و این سناریو منقطع بشه به نوعی. اینجوریه؟ این کار رو سر ولایت عشق کردم که باید مینوشتم و زمان شوتینگ زمان فیلم برداری معین کرده بودیم، بعدم تحقیق زیاد داشت، خوندن تاریخ های مختلف از زندگی امام رضا رو، بعد روایت های مختلف رو. بعد آدم سر نوشتن اولا خیال میکردم خودم اختراع کردم، بعد فهمیدم همه یاد نویسنده ها بهش میگن عرق ریزان روح، نوشتن رو بهش میگن عرق ریزان روح. آدم دنبال وسیله میگرده که ننویسه، دنبال کاری میگردی. خیلی ها مثلا میخونی میگردی جانشتن بک ما پنهانه نیشه وسیله میگرد. بعد منم اینطوری بودم. بعد برای اینکه نتونم برم یه چیزی بخرم، یه تلفن بزنم یا برم بیرون، نصف ریشمو میتراشیدم صبح به صبح، نصفشو نمیداشتم. در نتیجه تا این نصفه رو بخوای بزنی عقلت میاد سر جاش، میفهمی یه کار، وگرنه هزار به هزار بهانه آدم از خونه میره بیرون، میره بیرون و بچه هم دیگه روز خراب. چه ریاضتی داشته چنین سناریوی نوشت. اما شما سناریوهایی هم نوشتید برای فروش که به نوعی بنجل باشن و صرفا بخواید که درآمدزایی کنید باهاشون؟ آره، اولی که اومدم تو سینما یه عقیلی برادر داشتش، اونم خدا رحمت کنه، میگم حالا هم به سنی رسیدیم که همش باید بگیم خدا رحمت کنه. رضا عقیلی سناریو میگرفت میداد به من، من میشستم مینوشتم، بعد اسمم رو نمیذاشتم، اون میرفت یا اسم خودش رو میذاشت یا اسم خودش هم نمیذاشت، ولی پولی که میگرفت نصفش رو به من میداد، چون کار دیگه ای من هیچ کاری در زندگیم نکردم غیر از این کار، یعنی یا هنرپیشه تئاتر بودم یا بعدش اومدم تو سینما، فقط هم این کاری کرد. در نتیجه هیچ جا استخدام نشدم، هیچ اداره ای نرفتم، در نتیجه از این راه زندگی میکردیم، سناریو رو نوشتم. یعنی برای پول هم، صرفا برای پول هم کار کردیم؟ بله. یه تهیه کننده دیگه هم بود، یه دفترش آپارات داشت، فیلم های ترکی و اینا رو می آورد،
ما هر وقتی که بی پول میشدیم میرفتیم دفتر این سر میزدیم سلام علیکم ما اومدیم میگفت فلان فلانی بگو کارمند دفتر میگفت فلان فیلمو بذار فلانی ببینه میگفت ده کاغذ قلمتو در آر ما اون فیلمو میرفتیم از روش همینطوره میدیدیم چیزهای مشخصه خارجی و ترکی و فیلم ترکی بله. و هندی اونا رو حس میکردیم داشت ایرونی میذاشتیم و باید برمشیم سه تومن هم یادم بعد شد که بعضی از اونو پرفروش بشه شد بعضی از اونو پرفروش بشه آره بعضی هاش پرفروش شد مثلا الان یادم نمیاد ولی یادتون نمیاد یا نمیخواین یادتون بیاد نه یادم نمیاد چون خیلی این کاری کرد از این کار چیستر یه دفعه قرارداد بستیم با یه دفتری تازه بردن خلاص قرارداد بستیم ولی من آخرین پولی که مثلا میگرفتم اون موقع 10 تومن بود ولی 15 تومن به ما دادن 15 تومن نوشتم 5 تومن زیادی تعجب کردم که چرا بودن بعد دیگه قرار رو گذاشتیم روزی که بعد 2 تا زنم انتخاب کردن یه چیزم چند تا منفی بازی کنن با یه هنر پیشه سینما ما سوار قطار شدیم بریم مراقه تو هی من گفتم اتاق من میکنم سناریو رو بدین ما بخونیم یا میخندن آبا چرا میخندیم یا سناریو بدیم بالاخره گفتم ما سناریو نداریم گفتن این یه به رفیق هم اشاره کردن گفتن این گفته فخیم زاده رو بیاریم اون مینویسه گفتم چی؟ من سناریو نداره هیچی گفتن نه این گفته بیاریم گفتم خب چرا سه تا منفی آوردین؟ منفی بازیکنهای حرفه‌ای گفتم خب منفی باید باشه گفتم چرا 2 تا زن آوردین؟ گفتن 2 تا زن باشه گفتم بر اساس اینا گفتم آقا بلند شین کوپه بریم بیرون حالا ما نشستیم هرچی فیلم و قصه داشتیم تو ذهنمون آماده کردیم که اول دکمه رو پیدا کردم بعدا رفتن دنبال آره. کته بالاخره یه قیاد یه قصه قرینب افتادم که تو تعریف میکنم که یه میخواد عاشق دختری صحبت بعد اونو به امام حسین میسپاره میره جنگ و اینا اونو شفت جورش کردم و اینا اونا اومدن تو بودن بیان اینه گفتن خوبه خوبه بعد گفتن خب دیالوگاش چیه گفتم دیگه به دیالوگا رو من دفتره بریم به کارگردانه گفتم برو خودت بذار و باور میکنیم رفتیم کارگردانه با هنرپیشه اول دعواش شد فیلم کنسل شد اومدیم همون هنرپیشه فیلم رو ادامه داد فیلم رو ادامه داد و عجب چیزی کرد بعد صبح میامدش مدیر تدارکات میامد در خونه ما میگفت کارگردان گفتش که یه صفحه بده بابایی منم میگفت که آقا پولم مردم گرفتی چرا کارشون میگفتم آقا پول نگرفتم اینا بابت یعنی 5 تومن رو اون موقع بابت بازی اضافه داده بودن و هم بعدش این داشتم اینو میگفتم بعدش هم هنوز هم فکر نمی کنم اون فیلمو یه بار دیده باشم یا تمام دیده باشم فیلم زد یه هفته یه قبل از انقلاب شد فیلم فروخت من خیال کردم همینطوری میرشتم میدادم بعد بایی میرفتم من میگفتم میخوابیدم برای فیلم گذاشتم فیلم فروخت چی بود اسمش؟ نمیگم اسمش بود چون میگم اسمش تمام شناسنامهاش در میاد شما استاد خودتون علاقه دارین بیشتر به اینکه نقشهای منفی رو بازی کنید؟ باید توضیح بدم علاقه ببین نقش منفی معمولا چرایی داره علت و معلول داره مثلا تو یکی قاتله به هر حال ولی آدم خوب میتونه آدم خوب باشه هیچ چیزی رو بمی هم نداشته یعنی منظورتون اینه که نقشای منفی خیلی پیچیده ترن آره. و شما رو به یه جور اقناع ذهنی میرسونن به یه چالش میکشه
علتش اینه که بین نقشه منفی تو نگاه میکنی همینطوری کسی به اثر حوض آدم نکشته نمیشه. ولی یه نقشه خوب خیلیشون بیریشن و شما به استقبال این چالش میرید. من با استقبال این چالش میرم که خیلی ها نمیرن. یعنی خیلی ها براشون شاید این مهمه که صرفاً در حافظه جمعی یک ذهنیت مثبتی ازشون آره. باشه. ولی من برام با خود بازیگری مهمه، خود این که چالشی باشه با نقشی باشه، من دخته آ باشم اون نقشه رخته ب باشه، من تراش کنم به اون نقش برشتم. این و جالبه با اینکه انقدر نقش منفی بازی کردید ولی محبوب موندید. نه این شاید یکی از دلایلش این باشه که به صورت ریشه‌ای کار رو درست در آوردید. حالا این لطف شماست. اختیار داری. نه واقعا اینجوریه به نظرم. ولی به هر حال من به بازیگری هنوزم نقشی که انتخاب میکنم نمیپرسم نقش منفیه یا مثبته، میپرسم که میبینم که نگاه میکنم میرم چه کاری برای نقش مثبتم خیلی بازی کردم. بله ولی اونا بیشتر به یاد مونده. ولی ببینم دیگم که چالش چی داره. هنز موقعیت یه خصلتی داره که تماشاگر رو قلقلک نمیده، تماشاگر خودش کشف میکنه و این طنز موقعیت به این راحتی ها در نمیاد. خیلی تو باید قصت درست باشه از نظر درامی. یالا بفهم یالا بفهم خواهش منم. بله از طرف درام از نظر درام کامل باشی، اصول دراماتیک رو رعایت کنی، مثلا پوانده تکت طرح و گسترش تحول اول همه چید، بعد یک خصلت جا به جا جوری اینا رو بچینی که طنز موقعیت طنز کاری که همیشه از وقتی من بچه بودم استاد انصافی انجام میده. خواهش من قربان. اختیار داریم، ما در خدمتتون هستیم. حالا چای دارچین آوردیم قربان. یه چای دارچین دارم همچون و همچین دارم، پودر دارچین دارم همچوب دارچین دارم، برا زخم معده مفید این دارچین، درد استخونو میبره این دارچین، هضم غذاتو راحت کنه دارچین، تب دارچین چه گرمه دارچین های دارچین. دست شما با چوب دارچین آورد اصلا خیلی محبت فرمودید. خواهش میکنم قربون شما. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. در خدمت باشم. ممنونم. استاد بفرمایید تا ساعت نشده یه گلوی تازه بفرمایید. این روزا وقتی مردم شما رو میبینن چی میگن بهتون؟ هنوزم یادی از نمکی میکنن؟ آره کسایی که بیش از 30-40 سال دارن اونا بیشتر. یعنی بچه های جوان بعد چی میگن بهتون؟ میگن اذیت میکنیم؟ آره اونایی که میگن با 30-40 سال بیشتر دارن یاد میکنن. ولی انقدر من بازی کردم که الان مثلا عمر سعد رو میگن، خواب و بیدار رو میگن، از خرکوپک رو میگن. چی مهدی فخیمزاده رو عصبانی میکنه؟ از مردم اینا؟ نه نه کلن چی مهدی فخیمزاده رو عصبانی میکنه؟ چیزی که واقعا میکنه که البته سعی میکنم رکسیان نشون ندم، تأخیر. یعنی قرار بذارن بدقولی قرار بذاره. مثلا من حالا خودتون آدم منظمی هستی؟ خودم آدم منظمی هم بذارم. خودم خیلی این نظمم از تئاتر اومده. یعنی تو سینما اذیت نشدید؟ چون احتمالاً خیلی از بازیگرها یا عوامل ممکنه تأخیرای سر کارم از اول طی میکنم که آقا من آدم منظمیم، میگم که من باید سر ساعت اینجا باشین، سر ساعتی هم که ماشین دنبالتون میاد شما باید بیاین، اگرم کسی نیاد کسی این رعایت نکنه یه برخورد ملیح میکنم. برخورد ملیح یعنی چی؟ یعنی تذکر میدم. در حد تذکر لسانیه؟ بله تذکر لسانیه، تذکر بدنی که ممنوعه.
مثلا یک هنرپیشه‌ای که هنرپیشه‌ای روزی هم هست تو خوابویه تو ولایت عشق، من میدم هر روز تو باید من باید ساعت 9 کلید میزدم که مثلا تا 6 بعد از ظهر بله مثلا چند دقیقه مفید گرفته باشم. بعد میدم هر روز ساعت 9 نمیتونم بگم چیه، بگم فلانی دیر میاد، چون اونا از 7 صبح 6 صبح شروع میکنه بله که 9 آمادش. بعد خودم سود مثلا من خودم منم 8 میرفتم مثلا 9 آماده بشم 7 رفتم. بعد بودم دیر آمد، بودم فلانی چرا دیر میاد، اینجا باید سر ساعت، یعنی از سربازی کار نظمش بیشتره، چون یه جور پادگان ساختین ها استاد، یه جور پادگان ساختین. نظر بده اگر اولی به جای 7 بشینه زیر گریم 7 رو بشینه دومینوه همه میره تخریب میره، با یکی برخورد نشه اونای دیگه هم بیاد میگیرن، در نتیجه کار از نظم میاد. فکر میکنید تو سینمای جهان کدوم کاراکتر رو در کدوم فیلم شما اگر بازی میکردید خیلی خوب در میآوردید؟ هنوز هم بعضی کارا رو میبینم، بعضی کارا رو میبینم پیش خودم یا میگم کاش که من ساخته بودم یا کاش که اون نقش رو بازی کرده بودم. مثلا نقشی که در پرواز بر پرواز آشیانه فاخته بگو نقشش جک نیکلسون، خیلی دوست داشتم که من بازی میکردم. دیوانه از قفس پرید، دیوانه از قفس پرید داره، دو تا اسم داره. تو فضای مجازی فعال نیستید؟ چرا هستین؟ تا 6 ماه پیش که صفحه اینستاگرام فعال داشتم، بعد بستم. بستم دیدم که خیلی دردسر داره، ولی اخیراً چی بود دردسرش؟ دردسر خبرهای فیک و حرفای مفت و اینا، پای ما رو به کارهایی میکشیدن که چیز نبود. بعد بستم، اصلا خودم صفحه اینستاگرامم رو بستم، ولی بعد الان یکی دو ماهه که بازش کردم، ولی خیلی فعال نیستم. چرا بازش کردین دوباره؟ بابا دیدم میتونم اخبار خودم رو، این صفحه به درد این میخوره که اخبار خودم چه کاری شروع کردم، چه کاری در حال شوانی ها شایعه ها رو تکذیب کنی، شایعه ها رو تکذیب کنم. آره بخاطر این در فواید و مضراتش. آره دیدم که خودش چالشیه. آره به چه چیزی اعتیاد دارین؟ اعتیاد والا تقریبا میدونم سیگاری نیستم که بودم، تا ولایت عشق سیگاری بودم، روزی که تموم شد گذاشتم کنار، چون دیدم دارم سرفه میکنم، گفتم این روزی یه پاکت میکشیدین؟ آره بودم این سرفه. چند سال میکشیدین؟ سیگارم میکشیدین. چند سال میکشیدید یه ضرب سیگار؟ 25 سال سیگار میکشیدم، بعد یه دفعه گذاشتم کنار. چی شد؟ هم به خاطر سرفه ها؟ آره گفتم این که این الان این سرفه ها باعث میشه که سینم خراب شه، بعد نه ورزش بتونم بکنم نه گذاشتم کنم. یه اتفاقی هم افتاد که امتحان مشکیمون خیلی مشکی هرونده مشکی کاراته خیلی تشریفات داره، خودتو آماده میکنی و فلان، من سه بار رد شده بودم، سه بار چهار بار رد شد، رفتم امتحان بدم رفت. بعد توی سایه سالان بادی تو امجدیه هست، تو اون امتحان دیدیم که اون موقع استادای اعظم سلیمی و آریان خو و اتحاد هم نشسته بودن، من امتحان دادم قبول شدم اومدم بیرون سیگار در بردم کشیدم رفتم، خیلی حظ کردم. استادم آقای جمشید سلیمی اومد گفت اگه من میدونستم تو سیگار میکشید امکان نداشت تو قبولت بکنم. گفتم همه میذارم کنار که قدش واقعا گذاشتم کنار. دیگه خود سینما
اعتیاد بزرگی است که ما گرفتارشیم. شما چرا از پزشکی انصراف دادید؟ مادر ما سه تا پسر داشت، خدا رحمتش کنه، دلش میخواست یکی از این پسرها پزشک بشه. دو تا برادر بزرگم نشده بودن، با من خیلی آرزو داشت. ما مادر رو خیلی بچه کوچیک خونه بودیم و به خاطر اون قبول کردیم. اون موقع این دانشگاه ملی فعلا خدا یه دانشگاه معتبریه، اون موقع تازه خارجی ها اینا بود، بیشتر پولی بود. اما فرش خونمون رو خوزیر باش و فروخت، ما رو چی کردونم. ولی من تو دانشگاه فهم اولا یه اشکال داشت، من دبیرستان زبان فرانسه خونده بودم، اونا بیشتر یعنی اونجا اصلا انگلیسی درس میدادن سر کلاس. من انگلیسی نمیفهمیدم، من فرانسه خوندم. جز نادر دانش مدرسه هایی بود که مدرسه رازی. بعدم حس کردم که من از من پزشک در نمیاد. چرا؟ دیدم اونجور که اون کارهایی بکنن تمام عمر باید بیشینم با درد و رنج مردم سر کار داشته باشم. چون شما که میری سراغ دکتر وقتی که یه مشکلی داشته باشی، یا یکی از بستگانت مشکل داشته. من دم با روحیه من جور در نمیاد. دانشگاه ملی بودین؟ بله دانشگاه ملی. چقدر خوندین؟ چند ترم خوندین؟ دو سال. دو سال هم خوندین؟ دو خونم. یه روز رفتم دادم میدون شتاباد پادگان اونجا، اسم نوشتم و سرم تراشیدم و رفتید اجباری؟ رفتم خونه. وقتی من از مادرم دید داد فریاد، گفتم داد این زن از من پزشک در نمیاد. ایشون دوست داشتن که شما پزشک شید؟ آره. و هیچ وقت این خدا رحمتشون نمیبخشید منو، تا اینکه بعد از ولایت عشق جامعه پزشکای تبریزیون یه جلسه ای کردن و اونجا یه تقدیری نامه ای به ما دادن. من تقدیر نامه رو بردم خونه بهش نشون دادم، گفتم ببین جامعه پزشکای من تقدیر کرد. نگاه کرد گفت حالا باز یه چیزی. ولی هیچ وقت همیشه این آرزو داشته که بچه هاش پزشک بشه و ما هیچ کدوم نشدیم. روحشون شاد باشه انشالله. آره روحشون شاد. از پزشکی برگردیم به سینما. این اصغر کوپک یعنی چی؟ اصغر کوپک کوپک یعنی چی؟ ترکی یعنی سگ. به ترکی یعنی سگ. و اون لاتا برای خودشون یه القاب یا خودشون انتخاب کردن یا دیگران براشون میذاشتن. بین اون لاتایی که میشنیدم یه کسی بود به اسم اصغر کوپک. کدوم محله؟ تو همون بازارچه قوام دوله. و شما بچه همونجا این؟ آره من اونجا. بعد شما بچه بودین این اصغر کوپک و اینا رو میشنیدین؟ میگفتن شیدم ها، میگفتن کوپک اومد کوپک رفت مثلا. آره. لاتی بوده برای خودشون. آره لاتی بوده. سن یک چیز اصغر چوبوق میشنیدم. برای اونا دیگه فیلم نساختیم؟ نه دیگه هر کسی از کوپک لات گندار لاتا یه اسم لقبی داشتن. این اصغر کوپک رو وقتی داشتم می نوشتم دیدم به این می خوره. جالب. خیلی جالب. از دانیال حکیمی، از آقای اکبر زنجانپور چه خبر؟ اکبری که گهگاهی می بینم توی این مراسمی. آقای دانیال حکیمی؟ دانیال رفته خارج، یعنی بونکن از خونه با خونواده رفته خارج. یه بار تلفن زد از امریکا بود، تلفن زد با هم صحبت کردیم. به خانوم ها نقش های اساسی و تأثیرگذاری میدادید در سریال هاتون و فیلم های سینماییتون. چرا؟ برای که خانوم ها همیشه تو زندگی مونم تأثیرگذار هم. یعنی این خانوم ها تو به تو خونه، تو اگه بخوای یه برنامه رو ببینی، خانومت بخواد یه برنامه رو ببینه، دیگر ببینه، کدومتون ببینیم؟ حتما اون که خانوم بخواد. یعنی با خانوم ها ما خیال میکنیم
چون خیلی قیافه میگیری موقع مردی مردا قدرتی ندارن. قدرت واقعی دست خانوم هاست در همه زمین ها. قدرت واقعی دست ناتاشا است. دست ناتاشا. ناتاشا یه چیز بود، یه استثناء، یه زنی بود از ایران رفته اونجا، اونجا یاد گرفته با بانک زنی و اینا، اون شناسنامه رو داره. شما دوست دارید به چه زمانی در گذشته برگردید؟ راستش باید بگم یعنی هیچ زمانی رو دوست ندارم. من همین الان رو بیشتر دوست دارم تا بگم، چون من دوره جوانی ما بیشتر از یا درس خوندن گذشت یا کار کردن وقت خوش گذرونی نبوده. از روزگار راضید؟ آره از این روزگار بیشتر راضیم. طولانی ترین زمانی که خوابیدید کی بوده؟ طولانی ترین زمانی که خوابیدم بعد از اینکه فیلم تواریش، یه فیلم ساختم تواریش توی کشورهای توی ارمنستان و روسیه، کشورهای تازه استقلال یافته، خیلی پدرمون در اومد. یعنی از سریالایی که بعدش ساختم من تو خواب تو تواریش آب دیده شدم. تواریش بعد که رسیدم تو خیرم بعد با سختی خودمون رسیدم 24 ساعت خوابیدم. چه 24 ساعت اون بیتونید یعنی از خواب در نمی آمدم. شما فهم کنید که در سیارات دیگه حیات وجود داره؟ سوال اساسیه این سوال. من چقدر آدم فکر میکنه باید وجود داشته باشه، نمیتونه حیات فقط منحصر به ما شده. بین ذهن استیو جابز و بین ذهن استیو جابز و پابلو اسکوبار کدوم رو انتخاب میکنید؟ بین پابلو اسکوبار اون قاچاقچی معروف بوده. ببین اگه بخوام به استیو جابز بازی کنم خیلی مطالعه زیادی داره، وقت زیادی. من خیلی با در حد همین خودمون از کامپیوتر سر در میارم و در حد کار کردن. پابلو اون معلومه دلتون اونجا سا پابلو. آره اون خیلی نقشه اساسیه. آره اون انتخاب کنم. شما که انقدر کارهای پلیسی کردید دزد دیدید از نزدیک؟ بودم تو آگاهی که کار میکردم. حالا به جز آگاهی دیدم. بدون آگاهی توی همین تو درخونگاه زندگی میکردیم. یه شب یه دزد رو گرفتم. دزد یه پیرزنی بود به اسم سقرا خانوم و پسرش عباس آقا. اینا یه دزد رو گرفته بودن تو همسایگی شما. بعد ما هم رفتیم بودن. دوست خیلی نگاه کینه توزانه ای به این عباس هم داری افتاده بود میگرفتم با تناب. شما چند سالتون بود؟ من 8 سال 8. اون نگاه دوزده تو ذهنتون حک شد؟ آره بود. یه همینطور افتاده بود اینجوری نگاه میکرده. بعد شب ما گذشت، یه شب نصف شب دیدیم صدایی در حیات ما از این درهای قدیمی که یه بر مال زنه یه بر مال مرده که زن ها اون دره میزنن. صدای در میامد. دیدو بابام اینا درست با داداش هم برازم چیه در میزنن که دویدن طرف در چیه بعد صدای گرد اومد و بعد در رو با کردیم کسی نیست و اینا نفهمیدیم چی بود. صبح بابام رفته بود حموم، یه حمومی همونجا بود تو کوچه میزوزن خان، یه حموم بود. اون رفت دیدی بود یکی میگوید یکی مرده تو همون روشو پس زده بود. دیده بود این همون دوزده که اون شب بود. این اومده بود پاشو گذاشته بود روی این چیز حلقه زنا که در میزنه، دستش گرفته بود به حنجره سغرا خانم اینا. بعد ما که گفته بودیم چیه که این ول کرده بود. بعد با پشت خورده بود که بهش بگن ظاهرن تناس دیافراگم
پاره شده بوده و دلش درد یه تو داره رفته بوده تو همون که جرم و اینا همون رو مرده بوده. چیزی هست که نگفته باشید در این گفتگو؟ سوالی هست که دوست داشتید من بپرسم و نپرسیده باشم؟ حالا چیزی به نظرم نمیرسه، تو همه جی رو خیلی حرفه‌ای و خوب پرسیدی. من با اجازتون زنگ بزنم به جناب شاه‌غلام. یه روزنامه ما اینجا داریم استاد با تیترهایی درباره شما، درباره روزگار و زمانه حضرت عالی و عکسی از همین گفتگومون. جناب شاه‌غلام لطف کنین روزنامه رو بیارین لطفاً. ممنونم، متشکر. شعری هست که زیر لب زمزمه بفرمایید در خلوت خودتون؟ یک شعری رو موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل چهره بوسیدن. این از شعر قدیمی سه پدرم همیشه تو خدا رحمت بود با باغچه را آب میداد. این وقتی که خواستگاری رو میساختم به آقای روشن روان که موسیقی شدید، اونم گفت یه شعری هست برد که همین سوال تو کرد. کدام بالا من زیاد با چیز نیستم، ولی اینو اون همینو گرفت و کرد موسیقی متن خواستگاری، چون اونم میخورد به اون فیلم. یه پیر زن یه پیر مرد بودن اونو. چه جالب، چه جالب. جناب شاه‌غلام بله قربان، روزنامه‌تون هم آماده شده قربان، خدمت جناب عالی. تیتراش هم میتونید بخونید اگه خوشتون میاد. بفرمایید جناب شاه‌غلام، بفرمایید. در خدمتتون هستیم. چه جالب. حایت من دست شما در نکنه. خیلی ممنونم، خیلی محبت کردید. ممنون شما هستم. بفرمایید قربان. بله. سر نمیگردم. خواهش می‌کنم قربان. محبت شما. خیلی ممنون. ما خوشحال میشیم. بله. خدا حفظ شما. خدا نگهدار شما باشه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. خیلی محبت کردید. خدا نگهدار کردید. خدا نگهدار شما. حسنا باشید. بفرمایید قربان شما، سلامت باشید. مخلص شما هست.